در افسوسیان فصل 2 خوندیم آیه 10، ما مسیحی نمیشیم که خودمون رو بسازیم یا به یک رشدی برسونیم، چون گفتم این مذهبه، ولی در فیض هستیم ما. و این فیض رو خیلی جالب پولس تو اول قرنتیان 15:10 اینطور میگه، میگه اما به فیض خدا آنچه هستم هستم و فیض او نسبت به من بی ثمر نبوده است. برعکس، من از همه آنها سخت‌تر کار کردم، اما نه خودم بلکه آن فیض خدا که با من است. تصویری که ما دیدیم، تصویر تاریک و جهالت، اون تصویر دنیوی که امروز من هستم، در من بوده، در شما هم بوده و هنوز باهاش دست به گریبانیم. و تصویر بعدی که به ما میده، میگه ولی خدا انسانیت جدیدی برای شما در نظر گرفته که باید برتن کنیم، که اون مکتب فیض خداست. ولی چطور منی که در اون تاریکی بودم و هنوز احساس میکنم هستم، گناه میکنم، چطور میتونم گناه نکنم؟ چطور میتونم دیگه دست بکشم از اون مسیر دنیوی و تاریک و جهالتی که میبینم حقیقتو ولی میگم ولش کن بره همین کاری که دوست داریم همیشه بکنیم؟ چطور میتونم درآرم این انسانیت کهنه رو و این انسانیت جدید رو برتن کنم؟ ما فکر میکنم آیه 23 جواب ما رو میده. در آیه 23 پولس میگه باید طرز فکر شما نو شود. طرز فکر ما باید نو بشه. چیزی که اول صحبت هم بهش اشاره کردم، که ما درون ما اگه بد باشه، فکر ما بد میشه و عمل ما بد میشه. وقتی ما بتونیم فکرمون رو درست کنیم، اون موقع است که یعنی انسانیت جدیدی برتن کردیم. رومیان 12:1-2 میگه که لحاظا ای برادران عزیز و خواهران عزیز، به خاطر لطف و مرحمتی که خدای پدر به شما کرده، امروز بدنهای خود را قربانی زنده و مقدس برای خدا بگذرانید و این از عبادت مقبول شما. و به تازگی ذهن خود میگه تبدیل بشید، نو بشید و بدونید که اراده نیکو و پسندیده خدا چیست. امروز کاری که ما قراره بکنیم اینه که فقط متوجه بشیم که ما نو شدیم و در این نوعی زندگی کنیم، در این فیض زندگی کنیم. خیلی ممکنه بخواد سوء استفاده کنه از این فیض، اون دیگه کار من و شما نیست. خدا فیضش رو میده و همه چیز رو برای ما به وجود میاره، بخشش ما رو و قداست ما رو، ولی ماییم که این وسط هی داریم بچه بازی در میاریم، ماییم که این وسط هی داریم محبت و فیض خدا رو زیر سوال میبریم، ماییم که هی داریم برمیگردیم اون انسانیت. و خدا میگه که ذهن تو باید نو بشه و این فعل استمراریه که در یونانی استفاده شده، میگه باید فکر تو هر روزه رشد کنه و اضافه بشه. و این نشانه عهد جدیدیه که ما داریم، که در حزقیال 34 مثلا میخونیم که خدا اصلا میاد قلب ما رو از قلب سنگی به قلب گوشتی عوض کنه و فکری تازه به ما بده.